دیجی داستین هستم در یک برنامه دیگه جیوان شو. ما دوباره داریم توی کوه کمر و جاده داریم میریم توی کوههای العین. میگن جای قشنگیه، بریم اونجا ببینیم چه خبره. تازه اول راهیم. این هفته آهنگایی که براتون انتخاب کردم همه آهنگای جاده‌ای و ماشینیه، یعنی که بذارید تو جاده رانندگی بکنین، تو ماشین لذت ببرین. آلبوم احسان خواجه امیری معرفی شده، آلبوم جدیدش به نام پاییز تنهایی، آهنگ هراس. اینو با هم دیگه گوش کنیم. در ضمن این برنامه هم تو که قبلا هم گفتم کار مشترک فارسیوان و رادیو جوانه. تو جاده میبینم تو همونی که نبودن با تو، یک نفس توی هر لحظه هراس منه، سر عشق تو به مرگ خودم راضی شدم، آخه این مردن رها شدنه. تو همونی جاده با صفاییه، ولی جاده چالوس خودمون نمیشه، بیشتر شبیه جاده هراز حقیقتا. خوشگل. ابی توی آلبوم جدیدش جان جوانی ترانه بغزش رو دو تا ورژن گذاشته. آلترناتیو ورژن این آهنگ به نظر من خیلی قشنگ‌تره، یعنی بیشتر به درد ماشین و مسافرت میخوره. اینم با هم گوش کنیم و هم گردیم. با چی خالی کنم هر شب یه بغضی قده کوه، و شبایی که بغل کردم یه قاب عکس بیروح، و کجایی که ببینی من چه دردی میکشم بی تو، چه زجری میکشم وقتی میبینم جای خالی تو. تو رفتی خاطرات تو رفیق عشق چشمامن، در و دیوار این خونه غریبی میکنن با من، یه دریا بودی و چشمم حریف بغض دریا نیست. تو قد دور رفتی که ازت یک قطره پیدا نیست. حس ماجراجویی جیوان همیشه ما رو به یه جاهای عجیب غریب میرسونه. گاهی خیابون میبینیم فرعی و به جایی میره، خلاصه میریم ببینیم به کجا میرسیم. یه کوچه دیدیم، اومدیم رسیدیم به این بالا، دیدیم یه آنتن اینجا. مثل اینکه بالاترین نقطه این حالا این تپه یا کوهی که الان روش هستیم. دور بعد بزنیم برگردیم. آسمون آهنگ بعدی که براتون انتخاب کردم، خدای آسمونا که کار جدید نریمانه، البته بازسازی خدای آسمون هاست که زنده یاد طوفان هم این آهنگو خونده بود و اندی کوروس هم این آهنگو اجرا کردن. عشقا پوشالی دوست دارم ها، فقط یه حرفه، عمرش قده یه گل برفه. Above, I think about them when I'm driving around this place. یکی از چیزهای خوب سفر اینه که میری توی جاده، رستورانه تو جاده ای میشینی غذا میخوری،
حالا دیگه چی میارن جلوت میذارن دیگه سورپرایزه، ولی خب معمولا خوب و خوشمزه است. خب یه چیز مشترک توی رستوران‌های توی جاده همه دنیا هستش، گربه‌های ولگرد همیشه همه جا هستن. شما هر رستورانی توی جاده‌ای برین یه دو تا گربه می‌بینید. حالا یه دو تا اینجا بودن، یه دنبال ما می‌دارن. بریم آهنگ بعدی رو هم گوش کنیم، مجموعه جدید احسان خواجه امیری. همچنین یه آهنگ زودتر براتون پخش کردم، واقعا دیگه دلم نیومد این آهنگ هم پخش نکنم، خیلی آلبوم قشنگیه. آهنگ پاییز. بازم یه پاییز دوباره بارون، هجوم فکرت همون خیابون، دوباره دلشونه یه تو رو دارم، دوباره دلتنگه تن عزیزم، دوباره دارم به هم میریزم، چقدر از این حال بی تو بیزارم. و اما بخش موزیک ویدیو این هفته، این هفته تصمیم گرفتم دو تا موزیک ویدیو رو اختصاص بدم به دو تا هنرمند جوان پرطرفدار و محبوب خود من، آوا و آوش، که ازدواج کردن. بهشون تبریک میگم از طرف خودم و بچه‌های جیوان. قرار کارهای جدید این دو تا بچه‌ها رو بذارم تو قسمت موزیک ویدیو. اول میریم سراغ آوش، کار جدیدش به نام تو که نیستی. البته آوش جان قراره که از این به بعد باشه، قول داده. بریم این موزیک ویدیو رو ببینیم. بگم هوای قارونی، نپرس حال دلم رو که خودت حالشو میدونی. داره احساس تنهایی به من نزدیکتر میشه، تو میری و از این لحظه هوام ابری تر میشه. تمومه شهر رو میگردی، تو میگفتی، ولی حتی خودت باور نمی کردی. داری چشماتو میبندی، واسه دل کندن آسون شه، تو دنبال کسی میری که از نو با تو مجنون. تو که نیستی زمان هیچه، جهان بر من تموم میشه، همین جا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه. تو که نیستی زمان هیچه، جهان بر من حروم میشه، همین جا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه، همین جا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه. Thank you.
امشب تموم شهر رو میگردی، تو میگفتی ولی حتی خودت باور نمی کردی. داری چشماتو میبندی، واسه دل کندن آسون شه، تو دنبال کسی میری که قزنو با تو مجنون شه. تو که نیستی زمان هیچه، جهان بر من تموم میشه، همینجا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه. تو که نیستی زمان هیچه، جهان بر من حروم میشه، همینجا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه، همینجا آخر دنیاست، تمام من تموم میشه. خب موزیک ویدیو آوش رو دیدیم، حالا بریم سراغ عروس خانم آوا. اونم یه کار جدید خیلی قشنگ معرفی کرده به نام بگو دل. نگاه آسمون سرد و غریبه، ولی بارون نداره، ابر تیره، برهنه پیکر درختای باغ، پرنده تو غبار مه اسیره، نفسهای درخت خونه انگار پر از شور جوونه های تازه است، صدای پای آب رو تن این خاک، ترانه شکفتن دوباره است. بگو دل ای دل، بگو دل ای دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، طاقت دوری رو نداری. بگو دل، بگو دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، منتظر فصل بهاری. خورشید رو تن شب مثل بوسه می نشینه، هر نسیمی با نوازش رقص گلها رو می بینه، با صدک ها بی قرارن، از شقایق نامه دارن توی قلب دشت تنها، حس خوشبختی می آرن. بگو دل ای دل، بگو دل ای دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، طاقت دوری رو نداری. بگو دل، بگو دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، منتظر فصل بهاری. بگو دل ای دل، بگو دل ای دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، طاقت دوری رو نداری. بگو دل، بگو دل، بگو دل تو دلت نیست مثل من، منتظر فصل بهاری. خیلی خوشحالیم که اینجا این خیلی 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 اتفاق خوب و قشنگه برای همه. من خوشحالم که برای اولین بار اومدم به شهر شما. مرسی. مرسی از شما که با حضورتون یه انرژی خاصی رو بینه بچه ها. میدونم هم انرژی خاص همین که خیلی بهشون زحمت دادم. جواب موقع امتحان هم هست، بچه ها همه مشغول این کار بودن و میشالله که همه درس ها به خوبی پیش رفته باشه. اختیار دارین، نه زحمت نیست و رحمت هست. یه نمیخوام خیلی وقت و انرژیتون رو بگیرم، فقط یه چند تا سواله کوتاه کوچولو ازتون میپرسم.
اینکه یه خواننده وقتی روی استیج داره اجرا میکنه میخونه یه ترانه رو که باهاش زندگی کرده از درونش جوشیده و اون رو اجرا کرده و چند صد نفر آدم اون آهنگ رو باهاش همصدا میکنن، اون آدم اون لحظه روی استیج چه حسی داره؟ حسش اینه که اولا خوشحاله که خودش نمیخونه، مردم میخونه، خودش یه مقدار استراحت میکنه، ولی حقیقتا این نشون میده که خب بالاخره کسانی که مثل من یا همکارای من که هم دوره من هستن این همه سال توی این کار بودن، یکی از موهبت‌هاش اینه که وقتی شما آهنگایی که مورد علاقه مردم هست میخونی باهات هم صدا میشن و خب این انرژی که با هم جمع میشه به صورت صدا با هم دیگه آمیخته میشه، هم به من انرژی میده هم به شنونده و تماشاگر و خب یه اتفاق خیلی جالب و دوست داشتنی. میدونی دل اسیره آبن دیگه تو این نسل نیافتاده به اون شکل، اون موزیک از دوره شما و نسل شما انقضا نداشته، هنوز هم که هنوز یکی من. از دلایل بارزش این بود که وقتی که ما شروع کردیم تنها چیزی که راجبش فکر نمی کردیم شهرت و ثروت بود. ما صرفاً به خاطر نفس کار شروع به کار کردیم، نیاز از ما بود، نیاز درونی من بود که بشینم شعر بنویسم، بشینم آهنگ بسازم، با ساز بزنم و بخونمشون رو. این نیاز از من بود و واقعا دارم بهتون میگم، به راستی دارم میگم، تنها چیزی که فکر نمیکردم راجع به شهرت و ثروت بود، چون معتقد بودم که اگر کارت خوب باشه مورد پسند قرار بگیره اونها چیزهایی هست که خودش میاد، اینه که هدف نمیتونه باشه. خیلی با اگه یه روز، با یه دیواره، با خیلی از موزیکای شما عاشق گیتار شده، رفتن ساز خریدن، اگر هم خونه شما اون جمع کردن رفتن ساز خریدن. این برای فرمرز اصلا چه حسی داره؟ اینکه خیلی ها به عشق خودش و آهنگش رفتن موسیقی یاد بگیرن. فکر میکنم که بهتر از این نمیتونسته باشه، حقیقتا بهتر از این نمیتونست باشه. وقتی رفتن ما تماس میگیرن میگن آقا ما مثلا با موزیک تو عاشق شدیم، ما با موزیک تو ازدواج کردیم، مثلا با موسیقی تو موسیقی رو شروع کردیم، و همونجور که میگین مثلا گیتار، بچه ها مثلا میان کنسرت های من گیتاراشون رو میارن که من براشون امضا کنم، بعضی از این گیتارها انقدر نفیسه من دلم نمیاد روش امضا کنم، ولی خب امضا میکنم براشون چون یک یادگاریه که میخوان داشته باشن. خیلی خوشحالم از این داستان، چون فکر کنم مثل مثبتی بوده، یک چیز خوبی بوده، اتفاق خوبی بوده که افتاده، و دلیلش هم من فکر میکنم همون سادگی اون آهنگ بوده که مثلا اگه روز شما دو جور میتونید اینو بزنیدش، یکی به صورت خیلی ساده، یکی به صورتی که با آکوردهایی که یک ذره پیچیده تر هستن. اینه که هر کسی گیتار دستش میگیره چهار تا آکورد که یاد بگیره میتونه اگه یه روزو باش بزنه. این فکر کنم راحتی کارم بوده یه مقدار در این وسط و خود دوستش داشتم بچه ها. از اون شبی که من این آهنگو ساختم و خوندمش همیشه بچه ها دوست داشتن. Yeah.
ایران رو چطور میبینید؟ چند نفر هستن که کارهای خوب میکنن، امیدوارم که اون روش اون کارهای خوب ادامه پیدا بکنه، تقلید نکنه. همیشه اصل بهتر از بدله. اینه که سعی بکنید از درون خودتون یک چیزی پیدا بکنید برای گفتن داشته باشید. اما این پله ها واقعا تکلیفش مشخص نیست، قراره از یه پایی بیاد یه وایسته. برای خیابون فرعی این هفته یه ویدیو براتون انتخاب کردم از یه گروه بچه های مدرسه‌ای که نمیدونم مارد دبستان یا راهنمایی هستن توی خیابون شریعتی تهران، احتمالا جلوی مدرسه شون توی کوچه دارن یه آهنگ رپ میخونن که شعرش هم خودشون نوشتن، احتمالا در رابطه با آلودگی هوای شهر تهران. به نظر من کار بسیار جالب و قشنگیه. بریم این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم و امیدواریم که مسئولان شهر تهران هم صدای این بچه‌ها رو بشنون، چون واقعا تهران دیگه داره میترکه. اینم از سفر امروز ما. برگشتیم اینجا، یه هتل هستش بالای کوه به نام مرکوری هتل. اینجا جایی که تابستونا مخصوصا خیلی شلوغه، چون وقتی که توی دبی اینا هوا گرمه، این بالا
هوا مثل که خیلی خنکه. لینک این برنامه در صفحه فیسبوک فارسیوان قرار میگیره، میتونن تو قسمت کامنتش اگه سوالی دارین، نظرات خودتون رو یا پیشنهاد خودتون رو برای ما مطرح کنین اونجا. هشتگای ما رو تونره، هشتگ جیوان، هشتگ منو موزیک. از وی پی ان هم که اطلاع دارین چجوری استفاده بکنین. فن پیج های منم آدرسش به ترتیب این زیر میبینین: facebook.com/djdustin1، instagram.com/dj_dustin1. این انگشت منم که میبینین چسب زدم برای قشنگی نیست، اونایی که هفته پیش برنامه رو دیدن میدونن چه بلایی سر من اومد. تا هفته دیگه یه برنامه دیگه جیوان، شما رو خدا بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.